صبح زیبا و دلنگیز شما بینید های عزیز ما بخیر باشه. شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه در بخش تازه های ورزش و در این لحظات هم مهمان ما همکار عزیز ما سید احد سروش مجری برنامه های ورزشی است. سروش عزیز سلام، صبح بخیر، بسیار خوش آمدید. سلام رسمجان به خودت و همکاران عزیز ما و تمام بیننده های عزیزی که برنامه صبح زندگی رو میبینن. انشاءالله که یک صبح خوب را آغاز کرده باشن، هفته خوب را سپری کرده باشند و یک رخصتی خوب هم در پیش داشته باشند. بسیار تشکر. ما هم خوشحال هستیم از اینکه خودت امروز در برنامه داریم با خبرهای جدید در بخش ورزش. قربانت. خب سروش عزیز، هفته گذشته هم یک خبر بسیار خوب داشتی که با ما و بیننده ها شریک کردی در رابطه با مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان و خوب است که امروز جزئیات بیشتر در رابطه با این مسابقات از خودت بشنویم. رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان بزرگترین رویداد فوتسال افغانستان است که برگزار میشه. چون هر کشوری یک سطح برتر فوتسال از هر ورزش شده یک سطح برترش باید داشته باشه، یک لیگ برتر. لیگ برتر فوتسال افغانستان فصل دومش قرار است که از طریق تلویزیون آریانا به صورت انحصاری زنده نشر شود که ما در فصل قبلی که اولین فصل گیرم افتخار نشرش از تلویزیون آریانا و برگزاری شده داشت، امسال هم قرار است که این رویداد از طریق تلویزیون آریانا نشر شود. در مسابقات قبلی که برگزار شده بود تلویزیون آریانا در رو دوره هم 10 تیم حضور داشتند و ستاره های از نقاط مختلف افغانستان بخصوص از لیگ های معتبر که ما داشتیم در این رویداد حضور داشتند و بازی میکردند. مفتخر هستیم که امسال با حمایت مالی تلویزیون آریانا قرار است این رویداد به صورت انحصاری در افغانستان پخش و نشر شود و برگزاریش هم به عهده آریانا است. فقط فدراسیون فوتبال مسئولیت اجرای پروژه را داره و بسیار خوب هزینه و تمامی مصارفات این لیگ از طرف تلویزیون آریانا پرداخت خواهد شد. خیلی و قرار است که این رویداد در ماه فوریه برگزار شود با یک سری تغییرات که از جمله می توانیم بگیم که برخی ستاره هایی که در رویدادهای خارجی بودند می به افغانستان، مثل در لیگ برتر آذربایجان ما چند ستاره داریم از جمله جعفری که به این رویداد خواهد آمد، لیگ عراق بازی میکنند که اونها خواهد آمدند، از فوتسال ایران چند بازیکن داریم میان، گفته شده که از امارات هم بازیکن داریم ولی تا هنوز تایید نشده هست. ستاره هایی که از افغانستان در هر لیگ فوتسال بیرون از افغانستان بازی میکنند در این رویداد حضور خواهد داشت. بسیار. چون مهمترین و معتبرترین لیگ افغانستان در بخش فوتسال همین مسابقات است. بسیار خوب. پس تا فعلا تعداد بازیکنان که در این مسابقات شرکت خواهد کردن به اینکه کی ها هستن نهایی نشده و کار بالش جریان داره. خب لیگ یک نوعی برگزاری لیگ به نوعی تجارتی هم هست، چرا که تیم هایی که در این رقابت ها حضور پیدا میکنن به شکل باید بگیم که باشگاهی است یا یک کلاب است که بازیکنش میاد اینجا بازی میکنن. شما وقت رقابت بین کلاب ها برگزار میکنین، پس اونا باید بازیکن خریداری کنن. فرق نمیکنه بازیکن خارجی باشه داخلی باشه. هنوز بازیکن خارجی تا الحال در افغانستان بازی نکرده در فوتسال، ولی بازیکنان ما که در سطح بیرونی بازی میکنن میان. رقابت بزرگی است، ستاره ها کاملا برای تیم ها مشخص است، از قبل خریداری کردن. ما تا یک از تیم ها را خبر شدیم که شاید دقیق باشه شاید هم نه، گفتن که 50,000 دلار هم هزینه کرده برای خرید بازیکن که از سطح لیگ بسیار بالاست و رقابت هیجان انگیزی در پیش است. مطمئنن که در دور اولی رقابت ها هم بیننده های ما و هموطنان ما که بیشتر به این مسابقات علاقه مند هستند لحظات بسیار پرشور را تجربه کردند در کنار شبکه جهانی آریانا و مطمئنم که این بار با تغییرات مثبت و بهتری که نسبت به سال گذشته آمده باز هم این لحظات و این شور و هیجان بر بیننده های عزیز ما بیشتر خواهد شد. خب سروش عزیز، این مسابقات چقدر وقت را در بر خواهد گرفت و بیننده های عزیز ما میتونن تا چقدر مدت این مسابقات را تماشا بکنن؟ ما اول در مورد گپ شما بگم رستم جان، شما گفتین که تغییرات، ما بسیار تغییرات عمده را در نظر گرفتیم. امسال قرار است مراسم قرعه کشی لایف باشه. تاریخ 7 فوریه نشر زنده برنامه را بیننده های ما از طریق آریانا خود دیدن. به صورت زنده مراسم قرعه کشی نشر خواهد شد، تایمش نشرش بعدا اعلان میکنیم. بسیار. اما تاریخ 7 فوریه مراسم قرعه کشی برگزار میشه، چندی بعدش هم رقابت ها آغاز خواهد شد که تغییرات عمده ما در نظر گرفتیم، حتی در نحوه تصویر گرفتن، در نحوه خود گرافیک های ما، در همه چیز ما قصد داشتیم که امسال یک تغییرات عمده در لیگ برتر فوتسال افغانستان شاهد باشیم. خیلی ان شاء الله ایرا بیننده ما در برنامه خود دیدن در مسابقات. مراسم افتتاحیه هم داریم، مراسم اختتامی هم داریم، میخوایم در شأن و بزرگی لیگ ما مراسم داشته باشیم. همچنان مسابقات 23 روز برگزار خواهد شد، روز دو مسابقه پیگیری میشه،
در مجموع 45 بازی است که مسابقات فوتسال افغانستان اکثرا پیش ازی به شکل گروهی برگزار میشد، باز حذف میشد تیم ها، ولی امسال به شکل لیگ برگزار میشه، اما تنها دور رفت از فصل 2023، از فصل بعدی یعنی که دور سومش میشه، از او دور مسابقات به شکل دور رفت و برگشت برگزار خواهد شد. یعنی تیمی که در مساف با تیم دیگر بازی میکنه دوباره یک برگشت هم برگزار خواهد کردن. شاید احتمالی که مسابقات حتی در بیرون از کابل هم برگزار بشه و احتمالش میره، اما مسابقات در کل امسال 45 رویداد است. خیلی عالی، 45 رویداد. و آیا ساعت نشر این بازی ها هم مشخص شده یا تا فعلا مشخص نشده؟ خب بعض موضوعات است ما خواسته بودیم گنگ باشه، میگم براتون. مسابقات ساعت 3:30 ما برنامه رو شروع میکنیم تا ساعت 8 شب خواهد بود. بسیار عالی، ساعت 3:30 تا ساعت 8 که مطمئنن یک تعداد هموطنای ما دیگه وظیفه‌شان تمام میشه، کارشان تمام میشه، میتونن بسیار راحت در این وقت مسابقات را به گونه زنده تماشا بکنن. خب این چیزی که زمینه که ما از طریق تلویزیون نشر میکنیم، چون موضوع برق هم در نظر گرفتیم، بینندگان ما دسترسی به یوتیوب دارن، یوتیوب آریانا رو دنبال بکنن، یا از طریق یوتیوب آریانا اسپورت، یا هم از طریق یوتیوب آریانا ما نشر میکنیم، از طریق رادیو هم نشر میشه، از طریق اپلیکیشن ما هم نشر میشه، از طریق وبسایت ما. یعنی در هر گوشه از افغانستان و جهان شما باشین مسابقات میتونید دیده، در امریکا باشین، اروپا باشین، افغانستان باشین، در هر نقطه آسیا باشین، چون گسترش نشراتی ما الحمدلله خوب است، به این خاطر بینیدای ما میتونن به شکل فوق العاده ای رقابت ها رو دنبال کنن. دقیقاً. و به وقت کابل افغانستان شما عزیزا میتونین که دیگه هر تایمی که مطمئنا با دیگه کشورها فرق میکنه، ولی به وقت کابل افغانستان شما میتونین این مسابقات را به گونه زنده و قانونی از شبکه جهانی آریانا دنبال بکنین. خب در بخش کامنتری هم کیها خود بودن سروش عزیز در کنار خودت که حضور خود داشت؟ اکثرا خودم خود بودم، ولی تلاش داریم که یک پست ما در صفحه فیسبوک گذاشتیم، خیلی بینندگان ما حتی مسیج شخصی روان میکردن که واقعیت داره. گفتم بله واقعیت داره، کسایی که علاقه دارن میتونن کامنتری کنن، کسایی که حتی اگر بررسی پیش از این نکردن کامنتری، ما همکاری میکنیم که یاد بگیرن بیان با ما همکار، چون ما بخش ورزش خود قصد و گسترش شده داریم، وسعت میتیم بخش ورزش که بسیار. چون پربیننده ترین بخش آریانا فعلا ورزش است. دقیق. به این خاطر در کمیتری خودم هم هستم، شهرزاد عزیز هم خواهد بود با ما، ایمل شهرزاد، و در پریزنتری ما جمشید جان و اضافه شهرزاد عزیز هستیم. بسیار عالی. با حضور و درخشش همکاران عزیز ما در بخش ورزش، مطمئنن که این مسابقات چندین برابر جذابیتش بیشتر خواهد شد و بازم شما عزیزا میتونین که بزودی مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان را از شبکه جهانی آریانا به گونه زنده، قانونی و انحصاری تماشا بکنین و لحظات خوب را در کنار این برنامه تجربه بکنین. خب سروش عزیز، در کنار از این خبر هم کدام خبر دیگه اگر هم است که با بیننده عزیز شریک بسازی در بخش ورزش؟ خب رویدادهای پیش رو هم داریم که بعد از فوتسال شریک خواهد کردیم، خوب است یک استپ بریم. خیلی خوب. تاریخ 12 فوریه رقابت‌های کرکت IL T20 تمام میشه که مسابقات را بینندگان ما هر شب میبینن، لیگ برتر 20 برای کرکت. بعد از رو هم رویداد فوتسال را داریم، در ادامه هم رویداد کرکت و رویدادهای ورزشی دیگر هم خواهد داشتیم، ان شاءالله که بینندگان ما میتونن شایدش باشن. یعنی ما یک سال 2023 کاملا ورزشی را در پیش داریم، قصد داریم که حتی رویدادهای داخلی را هم در پیش خواهد داشتیم که وعده گذاشتیم که انشاءالله بتانیم برخی مسابقات مثل لیگ برتر فوتسال افغانستان که برگزار میشه ما در سال فعلی اگر داخلی بگیم در سال 1402 در پیش داشته باشیم، فعلا که در 1401 هستیم که قبل از 1402 لیگ برتر فوتسال افغانستان تمام خواهد شد. ان شاء الله یک سال 1402 کاملا ورزشی در پیش خواهد داشت. خیلی عالی. سروش جان، در دور اول مسابقات لیگ برتر فوتسال افغانستان که برگزار شده بود از طریق شبکه جهانی آریانا، چقدر فیدبک های مثبت خوب داشتن از سوی مردم و بیشتر بالای کدام موضوعات مردم میخواستند که تغییرات آورده شود در قسمت پیشبرد برنامه ها یا هم نشر برنامه ها که شما این بار بالای از او نقاط بیشتر کار کردید؟ رسام عزیز، در دور قبلی من با آریانا نبودم، حتی فردی خودم که در بیرون از تلویزیون بودم، خب بعضی نقاط منفی بود که او قابل حل بود و خیلی خوبم حل شده. ما در رویداد قبلی فیدبک فوق العاده داشتیم. ببینین برگزاری لیگ های فوتبال، فوتسال و همه رویدادها، ما ایرانی به خاطر از اینکه بگیم که حالا ما برگزار میکنیم لیگ ما رو تعریف و تمجید کنیم، نه، باور بکنین در سطح منطقه بی‌نظیر بوده. مثلا والیبال برگزار شد فوق العاده بوده، فوتبال بوده، فوتسال بوده،
MMA بوده، هر رویداد بوده. تشکر. از نگاه تصویری و همه چی من خیلی کوتاه جمع بکنم، فکرم وقت ما تمام است. فیدبک ما فوق العاده بود، به اساس همو فیدبک که داشتیم چون کرونا اومد، بعد از یک سال تعطیلی دیگر در پیش داشتیم، حالا دو سال تاخیر، امسال قرار است این رویداد با تغییرات عمده برگزار شود که ان شاءالله بینندگان ما خود دیدن. بازم کوشش میکنیم که بیشتر روی تصویر کیفیت کار ما بیشتر کار کنیم که تصویر متفاوت را از مسابقات بدیم. خیلی عالی، مطمئنم که برنامه های بسیار جذاب خود بود و قلبا تشکر میکنم از خود سروش عزیز با خبر خوبه که سلامتی. با ما و همتنان عزیز ما شریک کرد. قربانتان بسیار تشکر. هفته آینده منتظرت ان شاءالله. از شما عزیزا هم قلبا سپاس. وقفه بسیار کوتاه میگیریم، در ادامه گزارش زنده از حفیظ جان امیری را فراموش نکنین و در بخش بعدی هم بصیر جان با شما عزیزا خواهد بود.